بسم الله الرحمن الرحیم. قسمت 8 آموزش HTML و CSS در خدمت شما دوستان هستیم. در این قسمت قصد داریم همچین جدولی رو طراحی کنیم. اول اینکه چیزی که مهمه من به شما بگم اینه که تمرینی که برای شما گذاشتیم برای ما این عکس ها مهم نبودن، یعنی که همین عکس ها گذاشته بشین چون هر عکسی میتونی انجام بدی، مهم این دایره بودن و این فاصله و این ورتیکال الاینی که اینجا شاهد هستیم، مهم اینا بود و همینطور رنگ ستون ها و رنگ اینا هیچ همه تقریبا نداشتن. مهم برای ما این گرد کردن این وسط چین شدن اینا و از این قبیل دست کارها بود. منتها خب ما برای اینکه عینا شبیه همه بتونیم دریم، تقریبا البته عینا که نه، ما این فاصله ها رو این شاید در نیاریم، منتها تقریبا سمون شبیه هم داریم. با همین این عکس ها ما اومدیم داخل فایرفاکس بازش کردیم و میتونیم از این قسمت مور تولز و آی دراپر بیایم این رنگ رو تشخیص بدیم چه رنگی اینجا به کار رفت که بتونیم تقریبا شبیه همینو دراریم. پس بریم به کارمون برسیم. ما همینجور که اینجا میبینید یک صفحه داریم به نام answer.html که کدهای HTML ما توشه و این دفعه برعکس دفعات قبل که ما میبینیم داخل تگ استایل ما نمینوشتیم، اومدیم یه پوشه ساختیم به نام استایل و داخلش یه فایل css قرار دادیم، style.css، و داخل HTML ما اون تگ های اون که استایل های css رو اومدیم به این روش، به روش لینک کردن این صفحه اینجا اعمال کردیم که تو اون جلسه که راجع به استایل ها داشتیم حرف می‌زدیم اون سه روش رو به شما توضیح دادم که سه روش استایلی که یک روشش این بود که این بهترین روشه و ما از این استفاده می‌کنیم. خب فعلا تو این صفحه هیچ استایلی قرار داده نشده، ما برای اینکه این ببینیم صفحه چطوریه بعد ببینیم توضیحی روش بدیم بازش می‌کنیم این صفحه رو. می‌بینیم تا الان چیزی که اینجا می‌بینیم یه همچین صفحه‌ایه، یعنی یک عکس اینجا قرار گذاشت، این توضیح میدم که کدهاش چیه. یه عکس اینجا قرار دادیم کنار شام، سوپ رشته، بالا جدول در همین اینجا تقریبا ما می‌بینیم. هیچ قاعده و مفهومی نداره. خب حالا بریم این تگ‌های HTML اول تفسیر کنیم بعد بیایم برای استایل. دقت کنید اینکه من تگ‌ها رو کد‌ها رو از قبل نوشتم فقط به این دلیلی که من اومدم امتحان کردم و فیلمو ضبط کردم به این شکلی که خودم داشتم می‌نوشتم، دیدم مثلا نوشتنش واقعا طول کشید، یعنی 40 دقیقه 50 دقیقه گذشته بود و هنوز تموم نشده بود. با توضیح واقعا تمام، شاید این کد رو نوشتنش یه رو بیشتر طول نکشه، 10 دقیقه بیشتر طول نکشه برای شما، اما با توضیح دادنش واقعا یک ساعت خورده‌ای طول کشید. به خاطر همین اومدم کد رو از قبل نوشتم و حالا روشون فقط توضیح میدم. خب ما دو تگ بادی یه تگ دیو داریم به نام با کلاس رپر. این رپر رو برای چی قرار دادیم ما اینجا؟ برای اینکه بتونیم کنترل کاملی رو جدول داشته باشیم و این بادی ما یک بادی مثلا فرض کنیم باشه، یه فرزند داشته باشه که کل بادی پوشنده باشه و ما بتونیم از رو اون کنترل های دیگر، یعنی مجبور نباشیم رو بادی کار انجام بدیم. کلاس رپر اجباری نیست، یعنی ما تگ تیبل هم قرار میدادیم مستقیما هیچ اتفاق خاصی نمیافتاد، اما عادت کنیم که این تگ رپر رو همیشه بذارید برای اینکه بتونید عرض رو مثلا عوض کنید یا حالا کارهای دیگه که قرار روش انجام بدید. اول میگم کلاس رپر، بعد یک تیبلی ما اینجا قرار دادیم، دو تا تگی که من جلسه قبل شما توضیح ندادم، اجبارم نیست آوردنش رو، من تو توضیح نداده بودم، یه تگ تی هد، یک تگ تی بادی. تگ تی هد مربوط به عنوان تگ هست، عنوان جدول هست، مشخص میکنه که اینجا مربوط به عنوان جدول من هست و این قسمت مربوط به بادی یا بدنه جدول من هستش. خب تو عنوان ما چی نوشتیم؟ تو عنوان ما یه تگ تی آر قرار دادیم برای یه سطر ایجاد کردن، ببینید این سطر رو میخوایم ایجاد کنیم و داخلش یه تگ تی اچ خالی قرار دادیم اونجا. برای این منظور این تگ تی اچ که اینجا هست و خالیه، این ستون خالیه دیگه که در میون خالیه، یکی اینجا قرار دادیم و بعد از اون اومدیم سر تگ تی اچ قرار دادیم. این کلاس رو کل نداریم، کلاس چیکار ما کل وان و رایت رادیوس و این چیزا، ما تو داخل این تگ تی اچ یک تگ اسپم قرار دادیم به نام صبحانه که میاد اینجا صبحانه و نهار رو شما قرار میده و در کنار تگ اسپنه میام تگ آی ام جی قرار ندیم. خب چرا ما تگ پی قرار ندیم، تگ دیو قرار ندیم؟ میدونیم که تگ اسپنه تگ اینلاینه و اینا میام کنار هم قرار میگیره، به خاطر همین ما اومدیم از تگ اسپن استفاده کرد. یه عکس هم قرار دادیم و این آلتشو با عرض 60 پیکسل، اون 60 پیکسل عرض دادیم، با خاطر اینکه اینا مربعی هستن ما وقتی 60 پیکسل میدیم دیگه خودش ارتفاع 60 پیکسل هم میگیره. اینا از این برای هر ستا این کار کردیم، مثلا میبینید این کلاس ها رو دقت بکنید، این کل وانه، این کل توه، این کل تری،
و اینجا left radius داره، اینجا right radius، وسطی هم هیچی نداره. از اسمش مشخص تقریبا چی کار میکنه، من تا خب توضیح هم میده. برای تی بادی هم ما اومدیم چند تا تگ تی آر، چند تا سطر ایجاد کردیم، قاعدتا به 1 2 3 4 5 6 7 8 باشه. من تو فکر کنم فقط 1 2 3 4 این 4 تا رو فعلا انجام میدیم، این دو تا دیگه مثل همون میشه دیگه، خودمی انجامش ندادیم. 4 تا بس تگ تی آر اینجا داریم و درون هر کدومش یه تی دی قرار دادیم. نخونید برای اینها ما 1 2 3 4 تا تی دی داریم و برای این 3 تا تی دی. به خاطر همین این تی دی اول ما میایم خالی قرار میدیم. میبینید که اینجا ما تگ تی دی رو خالی قرار دادیم و برای بقیه هم ما دیگه چیز خاصی نداره. فقط نکنید مثلا پنیری که اینجا ما قرار دادیم داخل تگ بی قرار دادیم که بولدش بشه، این شنبه بولد بشه. ما تا برای نهار و اینا قرار ندیم چون خود تگ تی اچ اینا رو بولد میکنه. برای اینهایی که داخلی هستن ما این کار انجام ندیم، بولدش نکردیم و دیگه تو خاصی نفت. این چهار تگ تی آر تگ اینکه دیگه نمیخوایمشون چون انجامشون ندادیم، به خاطر اینکه کمی شبیه هم روز گفتمش. خب بریم کم کم رو استایل ها ببینیم که چی کار قراره انجام. اولین استایلی که قرار از کامنت در بیاریم استایل رپر هست و اون تگ اول تگ رپر. ببینیم چه استایلی دیدیم. ما عرض 1100 پیکسلی رو دیدیم، مارجین 0 و آتو. خب این مشخصه چی کار میکنه؟ میادش وسط چین میکنه این کار ما. رفرش میکنیم ببینیم که اومد وسط قرار گیره. بعد از اون ما میایم به تیبل. خب این تگ تیبل کلاس اونیزا نیست، این تگ تیبل ماست. این تگ میبینیم به تگ تیبل ما. خب این border collapse که خب مشخصه چیکار میکنه، اما margin صفر آتو رو ما به این دلیل میدیم که این تیبل ما درون خود دیو رپر بیاد وسط چین بشه. اما اگه مثلا میبینید الان اتفاقی نمیفته به خاطر این داده های اینجاست، به خاطر اینکه عرضشون خیلی زیاده دیگه پر کرده، این جدول اومده تگ دیو رو پر کرده. ما اگه این دو تا المنت رو الان پاک کنیم به این شکل، من بیام بادی و دیو و تیبل و این تی بادی و اینو دیلیتش کنم و این یک من دیلیت کنم، میبینید که حالا این جدول به اندازه محتویاتش داره عرض میگیره و اتفاقی که افتاده اینه که وسط چینه، یعنی این تیبل داخل خود رپر هم وسط چینه. ما اگه این تیبل رو انتخاب کنیم الان و مارجین صفرات رو برداریم میبینید که از وسط چین شدن در میاد. خب بریم برای استایل بعدی. استایل بعدی که از کامنت در میاریم مربوط به عکساست. خب ما عکس رو border radius 50 پیکسل درصدی میدیم برای اینکه دایره بشه. من تا الان اگه میبینید دایره هست به خاطر خود تصاویر، یعنی خود تصاویر دایره هستن، بعدن میشه تاثیر خاصی نذاره. و vertical alignment رو برابر با میدل قرار میدیم. برای چی؟ برای اینکه این صبحانه اینا بیان بالاتر و مارجین بهش دادیم 0 از بالا و پایین و 30 پیکسل از چپ و راست. از چپ و راست 30 پیکسل فاصله میگیره و از بالا پایین که هیچ. الان ما اینو اگه سیو کنیم و صفحه رو رفرش کنیم میبینیم که این اتفاق رو افتاد. خب ما میبینیم TH ها یعنی اون عناوینه پدینگ 5 پیکسلی از بالا و پایین 50 پیکسلی از چپ و راست. اتفاقی که میفته این شکلی میشه، یعنی یه ذره به هم ریختگی میاد. ما پدینگ رو اصلا داریم برای این TH فقط و 5 پیکسل از بالا و پایین برای همشون دادیم، من تو اون 50 پیکسل رو برای این یکی فقط دادیم. به خاطر اینکه دیگه حالا مجبور نشیم کلاس دیگه هم ایجاد کنیم، میایم به همشون اعمال میکنیم. حالا میبینید یه ذره ایراداتی الان اینجا برداشته، مثلا افتاده بالا، که ما اینا رو کم کم در طول کلاسایی که به این تی دی ها قرار بدیم اینا برطرف میشه. حالا میبینیم. خب الان بریم نگاه کنیم کلاس کلوان به کدوم ها داده شده. این کلاسی که قرار از کامنت دراریم میگیم به کدوم ها کلاس کلوان ما دادیم. خب نیا کنید یه کلوان به این دادیم، درسته؟ اینا که هیچی و این اینا که دیگه هیچی. این کلوان به اینجا دادیم و یه کلوان هم اینجا، یعنی ما اومدیم به این ستون کلوان دادیم، این و این یکی، دقیقا کاری که اینجا شد، این درسته؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه رنگ اینا شبیه همه و ما اومدیم به اینا رنگ دیم. منتها خب رنگ رو چطور از اینجا آوردیم؟ گفتم به شما میایم از اینجا مور تولز آی دراپر و این رنگ رو انتخاب میکنیم. وقتی بیایم روی رنگ نکنید کدش پایین نوشته شده، روش که بزنید کلیک کنید کپی کرد. اینو میتونید بیاین اینجا تو کدتون اینجا و این شکل اینو مثلا پاک میکنم، کنترل وی پیست کنید، یعنی که
رنگتون اینجا پیست شد. حالا من بیام اینو رفرش کنم، اینه که این رنگی شد. حالا میریم برای کلاس بعدی، رایت رادیوس. ما اومدیم ببینیم رایت رادیوس رو به کدوم دادیم، رایت رادیوس به همون تگ تیچ اولی اومدیم کلاس رایت رادیوس قرار دادیم. به چه دلیل؟ به این که این قسمتش گرچه، یعنی گوشه سمت بالا گرچه، 10 پیکسل اینا رو گرد میکنیم، یعنی گرد شد. اما کدش رو ببینیم، نکنیم ما گفتیم برده تا بالا راست ریدیوس بگیم. خب بردر بالا راست و ریدیوس رو 10 پیکسل قرار دادیم، خود همین یه مقداری گرد کرده اینجا رو میبینیم. حالا میریم برای کلاس بعدی، لفت ریدیوس. خب لفت ریدیوس مشخصه، اومدیم گفتیم بالا چپ ریدیوس رو 10 پیکسل قرار بدیم. خب مشخصا اینجا باید 10 پیکسل ریدیوس بگیره، من تا الان هیچ خب مشخص نمی‌کنه با اینکه رنگی نداره. میریم برای کلاس بعدی، کل 2. کل 2 ما اومدیم بک‌گراندش رو این قرار دادیم و کل 3 هم اومدیم این قرار دادیم. خب مشخصا میدونید که کل 2 برای ایناست و کل 3 برای اینا. حالا رفرش بکنیم میبینیم که این رنگ رو گرفت و اینجا بورد ریدیوس نمایش داده شد. خب بریم برای کلاس بعدی نکنیم چی هست؟ کلاس تی آر اومدیم به سطرها تکس الائن دادیم برابر با سنتر. این کار میگه چی کنم؟ اینا رو همه رو وسط چین میکنه. الان من رفرش کنم میبینیم که همه وسط چین شدن. میتونستیم مثلا به تیبل هم بدیم، منطور فکر کنم من اینجا اگه بمیسم تیبل تکس الائن هم ایرادی نگیره. رفرش کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. میبینیم که هیچ ایرادی نگرفت، تکس الائن ما سنتر برای تیبل قرار دادیم. هیچ به خاطر همین میم نگاه اینا رو دقت کنید، من دیگه نیام کلاس های مختلفی بنویسم. اینجا وقتی یک کلاس نوشتم، یک استایل بخش نوشتم، برای همون استایل ما میام همینجا اعمال میکنیم. الان میام رفرش کنم میبینیم که هیچ تغییری نکرد، تکس الائن ما شده سنتر برای کل تیبل. خب بریم برای رایت الائن نگاه کنید. ما برای اونایی که رایت الائن کلاس رایت الان میریم نگاه کنیم کدوم کلاس رایت الان هست. تکس الائن اومدیم رایت قرار دادیم، این میاد نوشته رو میاره سمت راست. بک گراوند کالر رو اومدیم این رنگی قرار دادیم و بوردر تاپ رادیوس دادیم، تاپ رایت رادیوس 15 پیکسل و همون باتن مشخصا برای این سلول ها هستش. ما اومدیم بوردر بالا پایین سمت راست اومدیم گردش کردیم، بک گراوند بهش دادیم و تکس الائن رو بردیم سمت راست. رفرش کنی میبینیم که اعمال شد، اما خب یه ایرادات خیلی زیادی داره که بعدا کم کم برطرفش میکنیم. بریم داخل کد هم ببینیم. نگیم ما رایت الائن رو به شنبه دادیم، اینا این رایت الائن و یه رایت الائن هم به این یک شنبه اینجا دادیم، به این کلاس، به این تگ تی دی. برای بعدی کل دی ما اومدیم رنگش رو برابر وایت قرار دادیم. خب میبینیم که کلاس کل دی رو ما مثلا به پنیر رو غذای محلی اینو دادیم. بریم داخل این ببینیم به اینا، به این غذای برنجی محلی کار سوپ رشته و اینا اومدیم کلاس کل وان دادیم که رنگش سفید، کل دی دادیم که رنگش سفید مونن. رفرش کنیم میبینیم که اینا ناپدید شدن، هستن اون دو رنگش سفید و دیده نمیشه. خب کلاس بعد کلاس کل وان دی هست که فقط رنگ داده. به خاطر اینکه ما میگیم تو دی و 3 دی رو هم فعال میکنم چون رنگ سال خاصی نیست. برای وان دی میاد به این دوتا رنگ میده، برای تو دی به این دوتا، برای 3 دی به این دوتا میاد رنگ های جداگونی میده. میبینید که این رنگ ها هم اعمال شدن. خب بریم برای تی دی ها. تی دی ها اون ستون های اصلی جدول ما هستن. پدینگ 10 پیکسلی میدیم و عرض 264 پیکسلی، لاین های تو قرار میدیم با 150%. خب عرض رو قرار بدیم 264 پیکسلی و پدینگ هم بهش بدیم، اتفاقی که میفته این قضیه صبحانه اینجا حل میشه مشکلش. اما لاین های تو وقتی بدیم 150%، این یه مقداری فاصله میده. پدینگ 10 پیکسلی اینو از بالا پایین یک فاصله میده، به اینا همچنین. الان من رفرش بکنم تقریبا به اون چیزی میخواستیم میبینیم که رسیدیم، منتها فقط میمونه این قسمت، یعنی این قسمت ما میبینیم که یک عرض 264 پیکسلی گرفته که ما اصلا نیاز بهش نداریم، باید خیلی کمتر باشه. به خاطر همین ما میریم به اون دوتا کلاس ویت آتو رو میدیم. خب به اینا میبینیم که به این ستا تی دی ما ویت آتو رو دادیم و به این چند تا، خب حتی اون خالی ها ما ویتاتور رو میدیم و میبینی که این اتفاق خیلی زیبا همون چیزی شد که ما میخواستیم صبحانه و قضیهش درست شد. منتها این فاصله چرا افتاده اینقدر؟
خاطر اون پلینگ 50 پیکسلی که به این THM ما دادیم، ما الان اینا اینسپکت کنیم. چون گفتم اون پلینگر به این برای این نیاز داریم، الان بیایم این پلینگر رو اینجا انتخاب کنیم و پلینگر رو برداریم، میبینیم که اون قضیه اصلا اتفاق خیلی بد شده. این شنبه چسبی تقریبا ما داریم این پلینگر رو به این به همینا ما میتونستیم تقریبا مثلا پدینگ بدیم. من تو مشکلی که به وجود میومد این بود که این شنبه دیگه تکس الانش میفته، یعنی به پدینگ چپ به اینو بدیم. ما میتونیم این پدینگ 50 پیکسل رو بهش ندیم، بالا پایین فقط به این بدیم و به جای این بیایم به این دوتا که کلاس ویت آتو داشتن هم به می پدینگ 50 پیکسلی راست مثلا بهش بدیم. بیایم یه امتحانی بکنیم چیکار میشه که پدینگ 50 پیکسلی چپ ببخشید. بیاییم به اونه که ویت آتو دارن، ما یه پدینگ لفت بهش میدیم و 50 پیکسل شاید هم بیشتر ببینیم، ببینیم چطور میشه. و اون پدینگ 50 پیکسل هم اینجا کامنتش میکنن، یعنی من اینجا میام پدینگ بالا پایین بشم، اما پدینگ بالا پایین هم فعلا ور میدونیم نیازی نیست. میام اون رو رفرش میکنیم ببینیم چه اتفاق افتاد و میبینیم که تقریبا که اینن همونه. اون تو اینا بهش چسبید، بخاطر اون 5 پیکسل هم از بین رفت. کافیه که به این تیچ ها ما بیان پدینگ بالا پایین بدیم، یعنی ما میایم اینجا بالا پایین 5 پیکسل و چپ و راست میگویمش 0 پیکسل و حالا میبینیم که نتیجه میشه همون. بعد 5 پیکسل هم اینجا افتاد. پس نگاه چیزی که امروز یاد گرفتیم میشه گفت که اینه که یک کار یک استایل حتما یک روش خاص نداره. ما دیدیم که اینجا اینو به چند روش تونستیم که پدینگ بهش بدیم. یک روش خاص هم خودتون محدود نکنید هرگز، چند تا روش داره. حالا شما بهترین روش رو با توجه به خاص خودتون میتونید انجام بدید. اما مورد دیگه که وجود داره این 90 یا این 25 یعنی انگلیسی نوشته شده. برای این کار ما باید یا بیام فونتمون فارسی کنیم که حالا چون مبحث فونت رو ما نخوندیم انجامش نمیدم، یا بیایم اینجا این 90 و اینا رو تبدیلش کنیم به فارسی. خب برای اینکه این 90 و اینا ما تبدیل کنیم به فارسی کافیه که وارد این سایت بشیم. این سایت که اینجا ببینید سایت مختلف هست، فکر نکنید فقط اینه. منتها مثلا این سایت ها رو من دیدم، میتونید عددتون اینجا وارد کنید. مثلا من قبلم 90، میبینید که اینجا مستقیم 90 رو به ما تحویل داد. اینو ما اینجا کپی میکنیم و میایم اینجا این 90 گرم رو اگه بتونم بگیرمش، بله، با اون 90 جایگذاری میکنم. حالا بریم رفرش کنم، میبینید که کاملا درست عمل میکنه، نام 90 گرم شد. برای بقیه هم همینطوری میتونید عدد و فارسی بکنید. خب این جلسه هم تموم شد. ان شاءالله تو جلسه بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.